دوست عزیزی دارم که یه کار بدی میخواد بسازه و از منم دعوت میکنه، سعی میکنم دوستیم رو جور دیگری اثبات کنم، یعنی بگم که نساز، خواهش میکنم این کار رو نساز، هم به خودت رحم کن هم به بقیه دوستان. یعنی شکل دوستیم عوض شده و اینو دوستیم سر جاشه. قدیم اینطوری نبود، میگفتم بریم ببینیم چه اتفاقی میفته، رفتیم و دیدیم هیچ اتفاقی نیفتاد و تجربه بهم ثابت کرد که باید به اصول سینما پایبند باشه. واقعیت ها بیرحمی های سینما ثابت کرد بهتون اینو یا چیز دیگه؟ خود اثر، کیفیت اثر. آخه خیلی ها میگن که سینما خیلی واقعیتاش اوریانه و اذیت میکنه تو بحث مرام و معرفت و اینا، نمیشه درگیرش کرد. آخه ببین اصلا فرمول مشخصی نداره. بوده آثاری که با رفاقت ساخته شده و درخشان شده، مثل قیصر آقای کیمیایی، یعنی آقای کیمیایی، آقای نمیدونم، همه عناصر اون فیلم با هم دوست بودن. نگاه میکنید عنوان همه بچه محل بودن و از کودکی با هم بزرگ شد، ولی اون اصول درست رو رعایت کردن. یه خورده سینمای ما، البته الان دیگه نه، چند سال گذشته، نمیدونم چه اتفاقی افتاد، واقعا نمیدونم. شما وقتی پول داشتی همه کار میتونستی بکنی، همه کار، یعنی پول میآوردی میشدی بازیگر، پول میآوردی میگفتن شما کارگردان باش، دوست داری چی باشی؟ مثلا میگفت دوست دارم الان بازی کنم، بعدا دوست دارم فیلم بعدی کارگردانی کنم. اینطوری بود فضا. عرضم به حضورت که نه همه سینماها، نه، یه بخشی بود که جریان جدی رو داشتن به دوش میکشیدن، ولی یه سری جوان اومدن و رفتن، یه کارایی هم کردن که بعضی از کارا بد نیست، بعضی کارا واقعا نمیشه ازش یاد کرد به عنوان کار، ولی آسیب هایی که رسوندن به هر حال پا بر جا هست. حالا حالا ها این اتفاق میفته، چون همین الان هم که ما گپ و گفت میکنیم تو جامعه، مثلا طرف میاد میگه که مثلا من چقدر میشه بازی کرد. گفتم خب شما چرا نمیری پول بدی در تالار وحدت کنسرت پیانو بذاری؟ برو دیگه، برو یه پیانو بذار، پولم بده، بلیط هم بفروش، یا نه اصلا بلیط رایگان، چرا پیانو نمیزنی شما؟ سینما یه خورده سهو الوصول شد، بازیگری سهو الوصول شد. میگفتن خب طرف یه روی داره، جلوی 40-50 نفر میتونه حرف بزنه، بخنده. عرضم به حضورت که یه چیزایی هم از میمالن اینجا، چشتو اینطوری نگه میگیری عشق میاد. خب خنده که من خوراکم خنده است، اینم میمالم گریه، پولم که داریم، خب چرا بازیگر نشم؟ بازیگری فنه، علمه، شما در مقاطع عالی تحصیلی این رشته ته نداره واقعا، ولی خب یه تایمی بابت فقری که وارد بدنه سینما شده بود، آدم هایی اومدن، چه به عنوان کارگردان، چه به عنوان سرمایه گذار، چه به عنوان بازیگر، اومدن و یه کارهایی کردن و حالا هر کسی رو به اندازه آغشته کردن و رفتن.